سوالهای پیچیده که زنان اکثر وقت درباره خونه که آنها میبینند میپرسند و نمازی که به سبب آن ترک میکنند یا غسل میکنند و نماز میگذارند. از جمله آن سوالها حیض است. حیض این خون طبیعی است، از قعر رحم در وقت معین بیرون میگردد. الله تعالی آن را برای حکمت غذای فرزند آفریده است. هرگاه زن بیند که خون جاری می شود، پس آن حیض است و در آغاز و آخر آن سن و سالی معین نیست. کمی و بسیاری آن حد ندارد، بلکه آن چیزی که زن از عادتش دید همان حیض است. عادت بیشتری زنان در حیض دیدن 6 و یا 7 روز است. پاکشوی از حیض را آنها با آمدن مایع سفید می دانند که با همان حیض به آخر می رسد. عادت بعضی آنها چنین نمی باشد، پس پاکی آنها با پره خوش شدن خون حیض است. و زن حیض دیده در وقت حیض نماز و روزه اش را ترک می کند و برای آنها روزه قضا می شود، اما نماز قضا نمی گردد. و استحاضه آن خون دیگری است که در غیر وقت معین با سبب بیماری از رگ پایین رحم می آید. خون حیض را از خون استحاضه فرق کرده می شود، زیرا خون حیض در اول سیاهی غفص و بوی بد دارد و هنگام آمدن یخ نمی کند. دوم، رنگ سرخ و بوی ندارد، اگر بیرون آید یخ می کند. در اصل همه آن چیزی که در رحم زن از رحم زن بیرون می آید آن حیض است. حتی دلیل آورد که آن خون استحاضه است، زیرا آن خون اصلی و طبیعی است و خون استحاضه به مانند یکی از بیماری هاست و اصل دلالت به سالم بودن آن شخص می کند. و زنی که خون استحاضه می بیند نماز خوانده روزه می گیرد و برای هر نماز که اگر وقتش در آمد طهارت می کند و برای سبوکی آنها می توانند پیشین عصر و پس شام خفتن را جمع بکنند و آنها روزه و نماز را در وقت عادت ماهانه اشان ترک میکنند. و استحاضه با حیض 3 حالت دارد. یکم، پیش از استحاضه شدن مدت معین بر حیض داشت که پس از پاک شدن از آن غسل میکند و نماز میخواند. دوم، او در حیض دیدن مدت معین نداشت، اما صفت خون حیض از دیگرش فرق میکرد. پس او روزهایی که صفت های خون حیض دیگر بودند نشیند و بعد پاک شدن غسل میکند و نماز میخواند. سوم، نه مدت معین داشت و نه خون را فرق میکرد. پس بیشتری روزهای حیض را نشیند که آن هر ماه 6 و یا 7 روز است. اما خون نفاس که آن از رحم آید و سببش تولد است، برای کمتر یا بیشتری وقت نفاس حد معین ندارد، لیکن بیشتری وقت آن 40 روز است. ام سلمه رضی الله عنها گفت در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مدت نفاس زنان 40 روز بود و به زنان ضرور است که به تعلیم گرفتن این احکام حریص باشند و نماز و عبادتشان را بسنجند که آیا درست است یا نه، برای به دست آوردن رضایی پروردگارشان و اجر و پاداش در بهشت های پرنعمت.